چند سازمان بین المللی نسبت به قحطی قریب الوقوع در سودان هشدار داده و تأکید کردند که 18 میلیون نفر در سودان از گرسنگی شدید رنج میبرند. در ادامه به گزارش همکارم در رابطه با بیانیه سازمان‌های یاد شده توجه فرمایید. روز جمعه 19 سازمان بین المللی بشردوستانه هشدار دادند که اگر طرف‌های درگیر به جلوگیری از کمک‌رسانی آژانس‌های بشردوستانه به نیازمندان ادامه دهند، قحطی در سودان قریب الوقوع است. به گزارش وبسایت اخبار سازمان ملل متحد، این هشدار در بیانیه‌ای مشترک به امضای سران 19 سازمان بین‌المللی بشردوستانه صادر شده است. در این بیانیه، سازمان‌های بین‌المللی هشدار دادند که افزایش موانع برای ارائه کمک‌های سریع و گسترده به معنای کشته شدن افراد بیشتری است. آژانس‌های بشردوستانه از طرف‌های درگیر خواستند از غیر نظامیان محافظت کنند و دسترسی بشردوستانه را تسهیل و آتش‌بس سراسری را اتخاذ کنند. از اواسط آوریل 2023، ارتش سودان به رهبری عبدالفتاح برهان و نیروهای پشتیبانی سریع به رهبری محمد همدان داگالو جنگی را آغاز کردند که به گفته کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد طی آن حدود 15,000 نفر کشته و بیش از 8 میلیون نفر آواره بر جای گذاشته است. در یک کنفرانس مطبوعاتی در ژنو، ینس لرکه، سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفت قحطی در سودان احتمالاً در بخش‌های وسیعی از کشور رخ خواهد داد، چرا که افراد بیشتری از این کشور به کشورهای همسایه خواهند گریخت و کودکان در معرض بیماری و سوء تغذیه قرار خواهند گرفت و زنان و دختران نیز با رنج و خطر بیشتری روبرو خواهند شد. سخنگوی سازمان ملل تأکید کرد که حدود 18 میلیون نفر در سودان در حال حاضر از گرسنگی شدید و 3 میلیون و 600 کودک از سوء تغذیه حاد رنج میبرند. به تازگی یونیسف، سازمان جهانی بهداشت و برنامه جهانی غذا هم گفته زندگی کودکان سودانی در خطر است و برای محافظت از یک نسل کامل در برابر سوء تغذیه، بیماری و مرگ به اقدام فوری نیاز است و خصومت‌های مداوم باعث بدتر شدن عوامل سوء تغذیه کودکان میشود. به اذعان نهادهای بین‌المللی، عدم دسترسی به غذا و مواد خوراکی، آب آشامیدنی سالم و بهداشت و افزایش خطر ابتلا به بیماری از جمله چالش‌های بزرگ فراروی سلامت کودکان است. سودان با خطر فزاینده قحطی ناشی از درگیری‌ها و نزاع‌های خونین مواجه است که پیامدهای فاجعه باری از جمله تلفات جانی به ویژه در میان کودکان خردسال به همراه خواهد داشت.